سلام و عرض ادب دارم. بنده دکتر عبدالجلیل کنتر رومزی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیئت مدیره انجمن جراحی پلاستیک و زیبایی ایران، شاید حدود 20 سال افتخار دارم که در انجمن عضویت دارم. راجع به تاریخچه انجمن جراحی پلاستیک زیبایی ایران، واقعا جزء افتخاره که یکی از قدیمی ترین انجمن رسمی پزشکی کشور، انجمن جراحی پلاستیک و زیبایی ایرانه. هسته‌های اولیه اون در سال 1328 در دانشگاه تهران و در بیمارستان امیرعلم زده شد با مثلا ظهور و پیدایش آقای دکتر حسین مهدوی که اولین جراح عمومی بود که 2 سال رفتن پیش دو فورمونته در فرانسه و جراحی فک و صورت خوندن و شدن جراح فک و صورت، داشتن کار میکردن تا بعد آقای دکتر سیروس اوسالو در سال 1328-29 عازم امریکا و انگلستان میشن و در سال 1332 بعد از اینکه جراحی پلاستیکشون رو از انگلستان پیش سر هارولد گلیس و در امریکا هم پیش بعضی از اساتید گرفتن، حوالی سال 1332-33 به ایران برمیگردن و بخش دکتر حسین مهدوی رو تقویت میکنن و بخش جراحی فک و صورت که مربوط به هسته‌های اولی پلاستیک بود میکنن، پلاستیک، فک و صورت، و تشکیلات را میندازن و موفق میشن در سال 1334 اولین جلسه رسمی انجمن جراحی پلاستیک فک و صورت رو تشکیل بدن با 7 نفر و رأی‌گیری رسمی و ثبت وزارتی که مستنداتش هست. بعد از اون شروع به گرفتن دستیار میکنن و از پزشکان و جراحان وقت شروع کردن پذیرش دستیار که از آقای دکتر صالحی و دکتر آبدی و آبدی پور و دکتر کلانتری و دکتر هومند و دکتر خطیر شروع میکنن و اینها رو آموزش میدن که بعد از آموزش و تکمیل اینها، این اساتید پراکنده میشن هم در دانشگاه تهران هم در جاهای دیگه و این مقارن میشه و همزمان میشه با دعوت از آقای پروفسور جو موری که جایزه نوبل پزشکی رو در پیوند کلیه برد. ایشان جراح پلاستیک به نام امریکایی بود همراه با چندین نفر و همچنان از پروفسور پول تسیه دعوت کردن که از فرانسه که برجسته ترین جراح قرن بوده در قرن 20 تشکیلاتی رو از بیمارستان دانشگاه تهران میارن به بیمارستان سوان سوختگی که در اون زمان نام دیگری داشت و هسته های آموزش بین المللی رو را میندازن و پزشکان جدیدی رو جذب میکنن و بعد از اون نهایتا بعد از جون گرفتن و شکل گرفتن بیمارستان سوان سوختگی اون موقع تغییرات دستخوش تغییراتی میشه، انقلاب انجام میشه در سال 1157 و نهایتا تصمیم به گسترش جراحی پلاستیک میگیرن که علاوه بر بیمارستان دانشگاه تهران که مرکز جراحی پلاستیکش رو داشت در امیرعلم، سوانه سوختگی هم راه افتاد. در سال 1160 آقای دکتر مغاری از بیمارستان سوانه سوختگی رفتن و بیمارستان حضرت فاطمه رو گرفتن و اونجا رو مرکز آموزشی کردن. در اونجا دستیار جدید گرفتن و شروع کردن به گسترش شاخه های متعدد جراحی پلاستیک شامل جراحی پلاستیک و زیبایی، دست و میکروسکوپی، جمجمه فک و صورت و پلاستیک عمومی و سوختگی هم که در خود مرکز سوانه سوختگی بود. خب این روال ادامه پیدا کرد و از افرادی که یکی از افرادی که در زمانی که سوانه سوختگی قوی شد و جون گرفت دکتر جمال بوشه بود، سید جمال سادات بوشه، که بعد از چند سال در سال 1368 رفتن و مرکز جراحی پلاستیک دانشگاه شهید بهشتی رو هسته های اولیش رو در بیمارستان مسیح دانشوری شهید بهشتی راه اندازی کردن و در سال 1369
74-75 منتقل شدم به بیمارستان 15 خرداد فعلی. بنابراین ما مرکز امیرالم دانشگاه تهران داشتیم، بیمارستان امام خمینی هم بهش اضافه شد، سوانه سوختگی رو داشتیم، بیمارستان حضرت فاطمه هم بهش اضافه شد، مرکز جراحی پلاستیک شهید بهشتی هم در بیمارستان 15 خرداد مستقر شد. مراکز قدرتمند کشور در تهران تکمیل شد. خب در کنار اون بیمارستان های بخش های جراحی پلاستیک دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اهواز، دانشگاه مشهد و مراکز دیگه آرام آرام پیوستن و همکنون ما افتخار داریم که قدیمی ترین، قوی ترین انجمن فوق تخصصی کشور رو داریم و این باعث افتخاره که بتونیم به این انجمن خدمت کنیم و برای مردم عزیزمون و جامعه دانشگاهیمون خدمتگزار باشیم. موفق باشیم.